به نام خدای بزرگ، باز در خدمت قرار دارم. به صورت داوطلبانه میخوایم در مورد جنبش با شما صحبت کنم. چرا میخوایم در مورد جنبش صحبت کنم؟ در مورد جنبش اسلامی آقای دوستم منظورم نیست، بلکه انگیزه ای بحث اعلامیه جنبش نجات از بحران است که چند روز قبل در فیسبوک نشر شد. چون من علاقه گرفتم با این جنبش، زیرا من به نجات افغانستان از وضع فعلی علاقمند هستم مثل هر افغان دیگر. با سعی کردم که پیدا کنم با کمیته کاری جنبش صحبت کنم. خب بالاخره باید که از دوستای خودم معرفی کرد به حیث عضو رهبری هیئت رهبری جنبش نجات از بحران با وی صحبت کردیم. صحبت ما طولانی بود، اما ثمره نداشت. به این معنا ثمره نداشت که طرف در ما گفته نتانست که جنبش چی است، چه میخواهد. تا ما شخصا حدود و مزایای همکاری خود را بتوانم تعیین کنم. خب در این بحث اول من سر اعلامی جنبش نجات از بحران صحبت میکنم. در این اعلامی نکات وجود دارد. هر اقدامی که برای تغییر استاتسکو طریق نجات افغانستان صورت بگیره باید مورد حمایت قرار بگیره. اما ما باید بفهمیم که چه میکنیم و برای نجات افغانستان چه برنامه داریم. چرا بدون این تفکر نمیتونیم کاری بکنیم. حتی شما وقتی که شهر میرین یک مفکوره دارین، میرین مارکت حیوانات میرین، مارکت میوه میرین، مارکت تای مسکن میرین، کجا میرین و چی میخرین؟ یا هیچ چیز نمیخرین، فقط قدم میزنین، در پارک شهر نو میرین، اما امیره میدانین که کجا میرین، چی میخواین بکنین؟ چرا؟ خب در اعلامیه که از طرف جنبش نجات از بحران نشر شده، نکات مهم و نکات مثبت و منفی وجود داره. مثل هر پدیده هم درست. اما با مجرد که من از این اعلامیه آگاه شدم و ای را خواندم، به من یک مفکوره افتید، یک چیزی تداعی شد که میخواییم در اینجا بگویم. در سال 2012 در نتیجه چندین ماه سعی و تلاش، یک جبهه نجات از بحران در افغانستان تشکیل شد. در این مسائی با سایر دوستا من دخیل بودم، ولی با مفکوری ایجاد یک جبهه موافقه نکردم. در حالی که در جلسه کنفرانس مطبوعاتی که این جبهه اعلان شد،
من شرکت داشتم، اما بعد از او با دوستا خداحافظی کردم و در نتیجه بعد از چند ماه جبهه که رئیس داشت یک شورای بسیار مقتدر داشت و دفتر هم کرایه کردم، بعد از چند ماه از هم پاشید. چون من دوباره به هلند آمدم در سال 2012 در ماه جولای، از روی تصادف با دوستای از افغان ها برخوردیم و یک جای میله رفتیم، باربیکیو کردیم و در این زمان ما بحث همی افغانستان و ایجاد یک سازمان یک حزب سیاسی را با هم مطرح کردیم و این موجب این شد که 11 نفر یک کمیته انسجام بسازیم تا در مورد ایجاد یک سازمان ملی متحد کار کنیم. اما بحث ها و کانفرانس های ما که ماه ها طول کشید به این نتیجه رسید که راه ما و راه سایر اعضا از هم جدا شد. تنها من بیگانه بودم در میان ده نفر از سابق هم دیگر را میشناختم. اختلاف ما سری چی بود؟ یک تعداد کساب میگفتن که ما فقط میخواییم یک جنبش ایجاد کنیم و ما نمیخواییم از قبل تعیین کنیم که هدف ما چی است، برنامه و اساسنامه ما چی است. ما میخواییم که یک جنبش بسازیم تا حدود 100 نفر دوری مفکوری جنبش جمع شد، بعد یک کنفرانس تشکیل میتیم و در این کنفرانس تصمیم گرفته میشه که این جنبش چی بکنه؟ اساسنامه بسازه، مرامنامه بسازه. این جمعیت 100 نفری این کار را میکنه. نظر من این بود که نقطه دومی که اینا سرش اصرار داشتن این بود که این سازمان، این مجمع کمیته 11 نفری دمی حدود 11 نفر باقی میمانه، تا زیرا اگر این صد پیدا کنه باز موجب پراکندگی میشه و موجب ازی میشه که پیش ازی که ما بند کارهای مهم دست بزنیم حسن بپاشن. در حالی که تعدادی از دوستایی که در اینجا بودن اونا هم به این مفکوره بودن که ما باید یک چیزی داشته باشیم قبلا وقتی که ما با افراد دیگر صحبت میکنیم تا 100 نفر شویم و کنفرانس ایجاد کنیم، دایر کنیم. ما باید یک چیزی داشته باشیم. افراد را، دوستایی را که ما با ایشان صحبت میکنیم ادعا میکنن میخوان که بدر شما چی داریم، شما هدفتان چی است، چی میخواییم، و ما یک چیزی بتیم که ما بفهمیم. سر همه ای بود که این جنبش کلان چی است، سازمان است، چنان سازمان است، جبهه است، سیاسی. دوم نکته که ما داشتیم این بود که ما برای یک سازمان سیاسی، یک حزب سیاسی یا یک مجمع سیاسی متحد ملی کار میکنیم و در این گروه 11 نفر باید ما نماینده های افغانستان از کشور شامل داشته باشیم. چرا ما دور هستیم، مبارزه باید در افغانستان صورت بگیره. و چون اینجا مسئله آشنایی و رفاقت های شخصی هم مطرح بود، به این خاطر در طرح ما موافق نشد
من بعد به رفیقات به دوستا گفتم که من مطمئن هستم که این کار جنبش به جایی نمیرسه، زیرا ما در افغانستان جنبش مدیریت کرده نمیتونیم، توانایی مدیریت جنبش نداریم و در اوج احزاب وجود داره که هم ثروت دارن و هم تفنگ دارن و مدیریت جنبش از ما اختطاف میکنیم. به این خاطر به مجرد که من اعلامیه را متوجه شدم، من به یادم افتید کار مسئله جنبشی که در هالند بود و زمانی که با عضو هیئت ما یکی از اعضای هیئت رهبری جنبش صحبت کردم و این مسئله را مطرح کردم، گفت که شما نام یکی را گرفت که شما فلان کسا میشناسین، من گفتم ما میشناسم و این آدم از جمله همو دوستایی بود که در جمله 11 نفر در اوجه حضور داشت، حدث من تدایی شده بود درست بود. خب احرالی مهم نیست، اقدام مفید است که اگر بتانه روشن فکر افغان به خاطر نجات افغانستان و ملت افغان کمک کنه. نکات مثبت اعلامیه چی است؟ یک نکته همی است که برای نجات کشور تلاش میکنه تا سایر سازمان ها را افراد و شخصیت های مستقل متحد بسازد. تقدیر از امکانات بالقوه نکته دیگه است که در این اعلامیه آمده. اما امکانات بالفعل در اینجا ذکر نشده. این جنبش جمع محور است نه فرد محور. خب این بیان یک ذره تریکی است، یعنی معنایش این است که رهبری جمعی است نه فردی. خصلت از این جنبش این است که فراقومی است، قومی نیست، یعنی تنها پشتون، تاجک، ازبک، بلوچ، فراسمتی است، نه شمال داره، نه جنوب داره، نه شرق داره، نه غرب، فرازبانی است، یعنی از زبان. اصلا این اصطلاحات اصطلاحاتی است که مثل فرامرزی، یعنی ما هیچ زبان نداریم، ما هیچ قوم نداریم، ما هیچ سمت نداریم و مهمتر از همه فراسازمانی است. ما سری مفاهیمش فعلا صحبت نمید. مشخص های جنبش ها در اعلامیه چطور تعریف کردن؟ جنبش نه تشکل خالص ساخته شده از افراد است و نه در درون خود یک واحد یک پارچه است، بلکه یک سیستم است که با افراد و چطور چکار تعریف می شود. من شخصا نفهمیدم چه میگه، ولی هرگاه ما در الیاز علمی و جنبش های اجتماعی آشنایی داشته باشیم می فهمیم که مقصد از چی است. اما اینجا در اعلامیه به این شکل بیان شده مبهم است. دیگه اینا میخواین تشکیل دولت رفاه همگانی و حرکت جنبشی. این مفاهیم باید در اعلامیه نمیشه که توضیح شود، اما بعدا باید جنبشی ها توضیح کنن.
در اعلامیه همچنان گفته شده که وظیفه جنبش گفته شده. اعلامیه میگه که وظیفه جنبشی است که با تشریک مساعی با سایر نیروها اساسی ترین ارزش ها را مشخص و شعارهای لازم را از بطن آن ارزش ها استخراج و برای تحقق آنها تدابیر لازم را روی دست گیرد. جنبش تعریف میکنه که جنبش یک تلاش است برای انسجام فعالانه، منظورش فعالانه است، انسجام فعالانه افراد مستقل و جریانات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با حفظ هویت و استقلال سازمانی آنها زیر چتر وحدت عمل برای نجات کشور از بحران تا تشکیل دولت رفای همگانی. این تعریف به صورت مستقیم نقل کردیمش خدمت شما جنبش یک کمی به طرف جبهه می لغزه. چرا سازمان ها سیاسی یا غیر سیاسی با حفظ هویت و استقلال سازمانی اینجا منسجم میشه زیر چتر وحدت عمل، یعنی وقتی که عمل صورت میگیره در عمل اینا با هم یک جای کار میکنن تا از بحران کشور نجات بده و به تشکیل دولت رفاه همگانی موفق کرد. در حالی که حال بعد ما میبینیم که از لحاظ تئوری های علمی تحقیقاتی که در جهان در مورد تمام جنبش ها در سراسر جهان صورت گرفته، آسیا، آفریقا، آمریکا، دانشمندان آنچه را که دریافتن با اینجا به کمی متفاوت است. حالا در قسمت دوم ما میپردازیم به اینکه جنبش چی است. جنبش اسلامی آقای دوستم، مارشال دوستم، یک جنبش، یک نام است، یعنی جنبش اجتماعی نیست. اما زمانی که مردم ها را بسیج میکنه به خاطر از اینکه رتبه مارشالی بگیره یا به خاطر از اینکه یک چوکی، یک مقام به دست بیارن، در اون صورت نزدیک میشه به جنبش. خب بیا ببینیم که جنبش چی است. دانشمندا جنبش رو تعریف میکنن که عبارت از یک کلکتیو است. یک کلکتیو یک مجمع است که عمل میکنه با یک مقدار، یک درجه از سازماندهی و تداوم. که بیرون از کانال های رسمی قرار دارد. دارای هدف است. هدفش رشد یا مقاومت در برابر یک شخص که شاید امکان داره گروه باشه، جامعه باشه یا نظم جهانی باشه. یعنی یک تعداد افراد یک مقداری از اصول سازمانی داره، سازمان یافته عمل میکنن. هدفشون یا اعتراض است یا مقاومت در برابر یک چیز است، یا آوردن یک تغییر است. یک تعریف است. تعریف مک آدم و سنوس. تعریف دیگر همه وجود دارد.
که جنبش باعث یک پروسه اجتماعی تعریف میکنم که دارای میکانیزم هاست که از طریق میکانیزم چه میکنم؟ افراد یا همین بازیگرانی که در این پروسه شامل هستند در عمل اجتماعی یک عمل اجتماعی جمعی را انجام میدن. این میتونه روابط متضاد با خصمانه باشه، یعنی هاوی تصادم باشه، کانفلیکت داشته باشه، مشخص مخالفین طرفش وجود داره، مثلا علیه حکومت، علیه پالیسی سازان، به این ترتیب. با شبکه‌های بسیار متراکم غیر رسمی رابطه داره، با شبکه‌های رسمی رابطه نداره و دارای یک هویت جمعی کلکتیف است. مثلا شما فکر کنین فمینیستا، جنبش فمینیستی است، یا جنبش همجنسگرایان، ولی یا مثلا در پاکستان شما شاهد یک نوع جنبش در حال ظهور هستین از کسایی که بایسکشوال هستن، یعنی علایم مردانه و زنانه دارن. اینا نمونه های جنبش های اجتماعی هستن، دارای هویت مشخص هم هستن، فمینیست هستن، گیر، بایسکشوال هستن یا ترانسکشوال هستن، یا مثلا مسلمان هستن، آتیست هستن. اینا با نمونه های از این چیز هستن. این تعریفیست که دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی از جنبش اجتماعی انجام دادن. مشخصهای اساسی این جنبش چی است؟ مشخصهای اساسی جنبش اجتماعی چی است؟ ما اشتا میبینیم که جنبش اسلامی آقای دوستم جنبش اجتماعی نیست. مشخصهای عام جنبش چند چیز است؟ یک مبارزه طلبی جمعی است به اساس هدف مشترک و اهداف بسیار وسیع. مثلا وقتی که مردم در جهان علیه گلوبالایزیشن، جهانی شدن قیام میکنم، وقتی که کنفرانس G8 دایر میشه اعتراض صورت میگیرن. اینا نمونه های جنبش اجتماعی هستن که هدف مشترک دارن و اهدافشان وسیع است. اینا جنبش های اجتماعی ادعای جدید دارن. به طور مثال خود یزی که وضع کشور ما بحرانی است و باید ایره از بحران نجات بتیم یک ادعاست، معمولا در یک محل آغاز میشن. یک مثال شبسا، یک مثال بعید،
جنبش روشنایی است. همه مشخصات این جنبش اجتماعی را نداشته. اما مقارن است، نزدیکی دارد. جنبش های اجتماعی به تمویل کننده های خارجی نیاز دارد. متکی است. چرا اونا دیگه منبع ندارن. آن شما چه فکر میکنید که وقتی که از تمام جهان افراد در یک کشور جمع میشه و علیه یک کنفرانس به خاطر محیط زیست یا به خاطر بزد گلوبالایزیشن یا به ضد فقر جهانی مظاهره میکنن، اینا از کدام طریق تمویل میشن؟ سازماندهی و مدیریت اینا از کدام طریق میشن؟ جنبش های اجتماعی در کدام حالات ظهور میکنن؟ ما تمام این حالات شما در واسه ویدیوی قبلی هم گفتم که برای نجات از بحران شرایط عینی و ذهنی کارش. جنبش های اجتماعی هم در نتیجه شرایط ظهور میکنه. همین جنبشی که حال در افغانستان اعلامیه داده یا هر حزبی که صورت میگیره تشکیل میشن، در نتیجه شرایط است. اما شرایط ظهور از چی است؟ بحران در یک جامعه، نارامی، نارضایتی از حالت موجود، کار نیست، امنیت نیست، عدالت نیست و مردم ناراضی است. و یک نوع درک جمعی که حکومت فعلی در کارهای خود در جلوگیری از فساد، در آوردن امنیت، در ایجاد کار و درآمد ناکام هستند و می خواهند که چهارم ای آرزوی عمومی که شیوه جدید اداره و زندگی باید ایجاد شد، یعنی این حالت فعلی تغییر کنند. این شرایط ظهور است. این شرایط ظهور ما در ویدیوی قبلی هم گفتیم که ما داریم و داشتیم و هنوز هم هست. حال دانشمندان میگن که چهار مرحله داره زندگی یک جنبش اجتماعی. از چهار مرحله عبور میکنه. یک مرحله ظهورش است. در افغانستان ما این مرحله ظهور خوب میبینیم. در این مرحله ظهور چیز وجود ندارد. سازمان وجود ندارد. تنها نارضایتی عمومی است. من با شما ابراز نارضایتی میکنم از کار حکومت، شما با کسی دیگر. نارضایتی مردم در هر جایی که میرین از کار، از شرایط، از اوضاع راضی نیستم. یک مرحله ظهور جنبش است. مثل که شما آب میگذارین روی آتش، گرم میشه و بعد شما میبینید که آهسته آهسته حرکت میکنه. آب
قلیان نرسیده، اما شما حرکتش در نتیجه چیز میبینیم. اما با یک مرحله دیگه میشه که آب در دیگ به قلیان میره، ملاق میزنه. اون مرحله که تازه که آب میجوشه و شما پقان اگر کای بسا خورد خورد جنبش خوردن میبینین، اون مراحل بروز یا ظهور نارضایتی و جنبش اجتماعی است. مرحله دومش به نام کوالنس یاد میشه، یعنی یک نوع نارضایتی و گریونس یا کمی باعث ازی میشه که در گروپ ها مردم صحبت کنند. ما شما این در افغانستان میبینیم، زنا میگن که بدر نام ما کجاست و دیگه میگه که سهم ما در کجاست، جای ما در کجاست، ما در این وزارت خانه که جای داریم، در پروسه صلح جای ما کجاست. اینا یعنی نارضایتی اول که بروز میکنه یک کمی چیز میشه، وسعت پیدا میکنه و زیاد مشهود میشه. ما درک میکنیم که جامعه ناراض است. مرحله سوم مرحله سازمان یافتن، منسجم شدن ابی نارضایتی است. این نارضایتی ها در مرحله اول و دوم به یک مرحله میرسه که نظم پیدا میکنه. یعنی مرحله است که انسجام ضرورت میفته و جنبش شکل میگیره. در جنبش روشنایی شما کمیته داشتین، شما استراتژی طرح میکردین، چه وقت در کجا جلسه کنین، در کجا گردی همایی کنین. دو چیز در اینجا در مشخصه عمومی وجود داره. یکی ایست که جنبش ها با افراد متخصص ضرورت داره، اینجا پیدا میکنن تا کار روزانه جنبش جریان رهبری و مدیریت کنن. دوم جنبش تنها به اعتراض و مظاهره، به اعتصاب و تحصن اکتفا نمی کنن. این مرحله سوم جنبش است. جنبش روشنایی در این مرحله سوم بلا فاصله وارد مرحله چهارم شد. مرحله چهارم مرحله زوال است. یعنی به عبارت بهتر جنبش به حالت انحلال میرسه به دلایل مختلف. به حالت شما فکر کنین که جنبش موفق میشه که حکومت تشکیل بده، دیگه جنبش وجود نداره. یا دلیل از میان رفتن و زوال جنبشی است که سازمانی که جنبش رهبری و مدیریت میکنه ناکام شده و ایره شما ایره به شکل از اشکال در جنبش نوخواستی روشنایی میتونید ببینید. کو آپشن است یا سرکوب میشه و یا ای که مدغم میشه در
جنب بشه دیگه. حال به صورت خلاصه جنبش یک حرکت جمعی است، اما این حرکت جمعی هرچند مثل که از آتش زدن یک نفر در مصر آغاز شد، مثل که ما در افغانستان اصطلاح خودجوش هم میگیم، اما این اصطلاح خودجوش پسان بالاخره بلا فاصله بعد از چند روز مجبور میشه که یک انسجام، یک نظم به خود بگیره. چرا؟ بدون نظم نمیشه. آیا این سوال است که مثلا جنبش روشنایی به خاطر هدف معین انتقال برق بود؟ شاید این یکی از دلایل چیز باشه که چرا اهداف بسیار عام نداشت، یک نوع سمتی بود، مشخص بود و به اون خاطر زیاد کساب از این حمایت نکردن، یعنی بسیار گسترده نشد، ملی نشد. ما نمونای بسیار خرد و ریزی دیگه ایم از اعتراضات خودجوش داشتیم در مورد مرگ فرخنده، در مورد بسیار مسائل دیگر. نمونه های از جنبش اجتماعی بروز کردن اما خفه شدن. چرا خفه شدن؟ دو دلیل به نظر من دو دلیل داشتن. یک دلیل چی بود که اینا از پهنا عمومی برخوردار نبودن، اینا برای دیگرا انگیزه نمی دادن که به جنبش بپیوندن. دوم فاقد سازمان بودن، هیچ سازمانی در پشت سر جنبش نه وجود نداشت به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم جنبش حمایت کنه و مدیریت کنه. در بهار عرب چی در مصر چی در تانزانیا سازمان ها در آن سو در فراسوی جنبش های اجتماعی قرار داشت. در افغانستان این مسئله نبود. در غیر به خاطر از مثلا به طور مثال شما فکر کنید که حقوق زنا، زن تنها در کابل در چند ولایت نیست، در همه کشور وجود دارد. مبارزه علیه خشونت، محاکمه های صحرایی، یعنی اینا نگرانی های یا صلح نگرانی های عام است. هر فرد در این نگرانی سهیم است. فقر، بیعدالتی. اما چرا در افغانستان شما وقتی که دایه بیعدالتی را در نظر میگیرین و یک جنبش ایجاد میشه برای بیعدالتی، فرض کنین صرف از نظر از مسائل سابقه کاری و گپای آقای احمدزی، اگر فکر کنین که اعتراض آقای احمد زید وسعت پیدا میکرد در برابر بیعدالتی حکومت، چرا وسعت پیدا نکرد؟ بلا فاصله افراد آمدن که از اعتراض زو به نحو زنها جلوگیری کنند. اما اگر آن سوی این اعتراض سازمان وجود می داشت این کار نمیشد.
و این ترتیب ما میرسیم به این مسئله که چرا در افغانستان این نمونه های خرد و ریزی که ما برای چیز داریم، برای جنبش های اجتماعی داریم، چرا به نتیجه نرسیده؟ چرا تا یک حد اگر رشد کرده خونسا شده؟ این بسیار سوال مهم است. خب پیش از اینکه به این سوال پاسخ بدیم، میخواهیم که از دانشمندا بشنویم که در مورد شرکت مردم در جنبش اجتماعی چی دلایل اینا پیدا کردن. اینا میگن که اول نارضایتی است، دوم توقعات شخص است. وقتی که شما این توقع را داشته باشین که کار شما به یک نتیجه میرسه، این بسیار مهم است. سوم مسئله است که شما چقدر خدا با او دایه نزدیک میبینین، ایدنتفای میکنین خدا. مثلا شما امو درد را کشیدین، شما امو بیعدالتی را کشیدین و احساس شما قهر هستین، شما آزرده هستین، زجردیده هستین. مثلا وقتی که یک آدم خود آتش میزنه، از قهر و از غضب زیاد هستین. و پنجم دلیلی است که وقتی که شما ببینین که زمینه اجتماعی وجود داره، شما همین کارا میکنین، چهار تا پشت سرتان افتیده. وقتی که اولین نفر ادعا کرد که فرخونده قرآن سختانده، اونو میدانست که این زمینه اجتماعی وجود داره که اگر من این ادعا را انجام بدم دختر تکه تکه میکنم. حالا اگه این پنج فاکتوری را که موجب میشه افراد در جنبش اجتماعی یا در تحسن، در مظاهره شرکت کنه در نظر بگیریم، ما میبینیم که در جامعه ما تا یک حد پیش میره، تا یک حد گروپی پیش میره، تا یک حد ملی پیش نمیره. هر مثال را که شما دارید در حدود محدود گروپی باقی میمانه. مثلا در مظاهرات که بزرد من میفهم یک قماندان صورت گرفت، قیصاری بود یا کدام کسی دیگه بود، در حالی که قماندان بر همه گی ظلم میکنه، ولی این محدود به یک قوم، به یک گروه، به یک چند ولایت باقی ماند. ملی نشد. چرا؟ از سوی دیگه مشکل دیگه که در افغانستان وجود داره، یک مشکل خامیست که هیچ چیز در افغانستان فرا قومی و فرا زبانی نمیشه، از گروه فراتر نمیره. مشکل دوم چی است؟ مشکل دومی است که تمام احزابی که در افغانستان وجود داره، اینا خصلت گروپ گرایی دارن، نه ملی گرایی. تا یک داعیه ملی را ملی بسازن، اینا همیشه داعیه را گروپی میسازن. مثلا عدالت گروپی است، در حق این جانب عدالت نشده. جای تاجیکا، جای بلوچا، جای ازبکا در حکومت در کجاست؟
ما همیشه در محدودی بسیار خرد و تنگ. اگر سازمانی در اینجا وجود در افغانستان وجود داشته باشه که دایه ملی را واقعا به شکل ملی ببینن، وضعیت هرات خراب است. چرا اعتراض صورت میگیره؟ بخاطر برای هرات اعتراض صورت میگیره، برای یک محل، نه برای تمام کشور. منتالیتی ما، ذهنیت ما بسیار محدود، خرد و کوچک است. ما مثل ماهی ها هستیم که در یک اکواریوم، در جمع شیشه ای ما را انداختن، چهار تا سنگ و چهار تا بوتر هم ماندن اوجه و ما میگیم که نیمی دنیای ماست. خلاص ما فراتر نمیتونیم فکر کنیم. حال با این ترتیب به این سوال میرسیم که عاقبت جنبش ها در افغانستان چی خواهد بود؟ بدون شک مثل ائتلاف ها و جبهه ها خواهد بود. برای اینکه ائتلاف ها و جبهه ها نیز مشابهت با جنبش ها دارند. مشابهت از اینا چی است؟ این احزاب سیاسی که همیشه ما و شما داریم، اینا احزاب سیاسی مثلا اکثرت از اینا غیر رسمی هستن. اینا با هم متحد میشن و باعث جبهه خود ثبت نام میکنن. قدرت ضعیف خود دارن، متحد میشن تا نیرومندتر شوند. اینا هم میخواهند که از طریق تشریک مسایی به یک هدف کلانتر برسن، اما اینا نمیتونن که دایی ملی را به یک جنبش اجتماعی، به یک خواست اجتماعی عملی، به یک عمل اجتماعی مشترک تبدیل کنن. خصیصی اساسی جنبش همیست که بتانه دایره در عمل تبارز بده. بحث ما به درازا کشید. این سوال هایی که در افغانستان در برابر ما قرار داره، در برابر ایجاد جنبش، در برابر ایجاد جبهه قرار داره، حتی در برابر حزب قرار داره. آیا هر حزبی حتی خوب میتونه که با سایر احزاب در افغانستان رقابت کنه؟ بله، از لحاظ تئوری امکانش وجود داره. جبهه هم میتونه، جنبش هم ممکن است این کار بتونه، اما مدیریت پروسه یک کلکتیف اکشن، یک عمل دست جمعی ملی خیلی دشوار است، مخصوصا در شرایطی که تمام احزاب در اینجا به جیب خود به نفع گروه فکر میکنن. این منتالیتی باید تغییر کنه تا که ذهنیت ما تغییر نتیم، ذهنیت گروپی را به یک ذهنیت ملی تبدیل نکنیم، کار ما مشکل است. از توجه شما تشکر. امیدوار هستم تا صحبت